هستم. بفرمایید. روزتون بخیر. خوبی بتی جان عزیزم. سلامت باشی. بتی جان اشکالی نداره من صدا تو ضبط کنم؟ آخه برای چی؟ در مورد چی؟ ببین راجب وایسایی که راجب خانواده زیبا صحبت کرده بودی برام خوب. یه سوال پیش اومده بود، دوست داشتم ازت سوال کنم. این سوال رو میشه بگی چه سوالی پیش اومده؟ من جواب تو بدم بعد حالا زخم میکنی زن تو هر کاری میخوای بکنی. سوال چیه بگو عزیزم؟ نسبت به اون ایموجی که برای زیبا فرستاده بودی یادته؟ بعد چه عکسال عملی نشون دادی؟ خب بعد اینکه مثلا یه هایی از یه موضع دیگه صحبت کردی، تمام نگفته های خیلی سال قبل رو عنوان کردی، یه جوری بر من سوال پیش اومد، گفتم احساس کردم پیش خودم که شاید مثلا به فرام خیلی حسادت میکردی، یا اینکه مثلا زیبارم از جای مادرم بود حسادتی میتونستم بکنم. دوستش داشتم تا زمانی که نشناختمش چیز بود، ولی بچه بودم فرام ازدواج کرده. درسته. من میتونم سر زبط کنم بتی جان؟ نه بفرمایید. شما اولا چی هست، منظورتون چیه؟ شما از فامیلای نوبری هستی؟ نه قربون شکلت، من دوست زیبا هم، از بچه های گروه هم. بعد وایساتو که میخوای بگی که مثلا اون سوالی که در مورد شاه گلی گفت حقیقت داره یا نداره؟ اگه در این مورد نه که خب شما اینترنت رو بزن برات بگه. نه قربون شکلت، اصلا این که همین، فقط میخواستم ببینم که زیبارم، زیبا رو انقدر مثلا مثل فران، مثل خواهرش یا برادرش انقدر از دستش ناراحتی که همه اینا رو براش بازگو کردی؟ این یه چیزای ناگفته بود. زیبا هر موقع صحبت میکرد یه طوری بلوف میزد، یه روز دیگه من اون روز عصبی شدم، با کم بلوف بزن، من میشناسم دیگه کی هستین. تمام، منظور من این بود. درسته. آره میخوام حالا بقول چیزا میگن که مثلا آره من چیزا، شما تو ایران هستی؟ بله من تو مادر سام، یعنی مامان سام تو تهران. ما آره. تهران خودم یه سام داریم. گفتم آخه مامان سام توی تهران هستم، نزدیکتونم هستم، تقریبا توی فرشتم، دوست دارم که از نزدیکم ببینم اتون اگر دوست داشته باشین. نه ما فرشته نیستیم عزیز. زیبا گفت نزدیکه تقریبا بهت، اگه دوست داری برو ببینش. زیبا جون نمیدونه که اصلا تو تهران نبوده که ببینه کجا به کجا و چی به چیه. بفرمایید. همین، فقط میخواستم ببینم که انقدر از دست زیبا ناراحتی که مثل خانوادش که البته زیبا ناراحت نیستم. سحر جان، سحر هستی؟ بله عزیزم، بله قربونه. ببین عزیز جان، من اصلا از دست زیبا ناراحت نیستم. درست. اتفاقا اونشبم که بهش عصبانی شدم گفتم تو ناراحت شدی دختر، من خوابم نبرد به خاطر این کاری که کردم. من نمیدونستم تو انقدر بابا تو دوست داری. برگشت گفت نه من ناراحت نیستم، که من فردا دیدم خیلی ناراحتی، گفتم که خب من الان دیگه خیلی دیر وقته، باید فردا صحبت میکنم. گفت لایو، گفتم نه من لایو صحبت میکنم، ولی اگر تو دوست داشتی ضبط کن. درستم. اصلا زیبا ناراحت نشده، فکر نمی کنم زیبا ناراحت نشده. درستم. چون اگر زیبا ناراحت میشد عکس العمل نشون میداد، که البته اول عکس عمل نشون داد. این عکسایی هم که من اتفاق نداشتم رو که من ازش تشکر کردم، گفتم من خیلی وقت این عکس رو ندارم، مرسی که اینا رو گذاشتی. بعد من اصلا برای ناراحتی زیبا نبود. درست. بیتی جان اشکالی نداره من صدا تو داشته باشم. اشکالی نداره صدا تو داشته باشم، ضبط کنم. باشه ضبط کن. بعد چیزی که هست
حالا شما میگی، ولی من ناراحتی زیبا رو خیلی دیدم بعد از ویسی که شما فرستادی. خیلی خیلی اگر کانالشو داری برو ببین ناراحتیشو. من کانال چیزشو ندارم، تلگرامشو، ولی اینستاگرامشو گوش گاهی اوقات میرم سرش. بعد چون تلگرامشو نمیتونم، یعنی اصلا حجم چیزاش خیلی زیاده، منم خودم کار دارم تمام کامپیوتر رو اشغال میکنه. بعدش از این که شما میگین ناراحت شده، میدونی چه ناراحت شده؟ نه نمیتونم، یعنی میدونم اما میتونم حدس بزنم. جان ببین داشت ضبط میکرد، گفتم که حالا پخش نکن، ولی بذار من دارم حقایق رو بهت میگم. اتفاقا تو صحبتش هم گفتم، صحبتم گفتم خواستم اون برجکی که از پدرت ساختی بشکنه. ببین چیزی نیست، یه آدمی که فقط پول داره، نه معرفت داره، نه انسانیت داره، نه شعور داره، هیچ کدوم از اینا رو نداره. الان هم میخوای بهش بدی نشون بده، بده. چون واقعا خانواده ما رو از موقعی که اومدن، خواهر منو گرفتن، روزگار پدر منو، همه ما رو سیاه کردن. چون خیلی زرنگ بود، خیلی زرنگ بود، سر همه قشنگ شیره میمالید، کارشو میکرد. من خواستم فقط به زیبا بگم، نه که بره رسانه ایش کنه. اون که رسانه ای کرده دیگه به خودش مربوطه، چون هیچ چیز پنهانی نداره. مادرش هم نگم ندارم، مشکل ندارم. مادرش هم البته یه مدتی ما با هم خواهر بودیم، ولی الان دیگه نیستیم. چون خواهرش هم خواهر من هم این مادرش شد، مین شوهرش شد. ولی همین دیگه دیدم اصلا خودم اینقدر سرگرمی دارم، اینقدر من تو زندگی چیز نیست دارم که وقت نمی کنم به اینجور چیزا توجه کنم. ولی زیبا رو نه به خاطر اینکه خواهر زادمه، بعضی از صفاتش رو دوست دارم. خودش دختر مهربونیه، خیلی با صداقته، خیلی با صداقته. و خیلی 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 اینو بهت بگم، تو واقعا به توان این مظلوم واقع شده، واقعا به توان این مظلوم واقع شده. من بارها و بارها حتی از فامیلای خودم، از خواهرای خودم، خواهرای دیگه خودم که گفتن بابا تو چرا با این ارتباط داری، آبرومون میره، گفتم اصلا به شما ربطی نداره ارتباط من با شما با ایشون. فکر نمی کنم اصلا آبرو، اگه شما آبروت میری شو با منم قطع رابطه کن. یعنی تا این حد بهش چیز دارم، ولی نه به عنوان خالش هستم، نه. من به عنوان یه بنتی، بله، به عنوان یک دوست باهاش چیزم، بهش احترام میذارم، احترام قائلم. درسته. من گفتم خواستم اون باورهایی که داشته، آی پدر من، آی اله بله، پدر دروغ گفته بهش، همه چی رو دروغ گفته. و اینکه شما گفتین که سهیلا مثلا وسایل منزلشون رو بردن، اصلا دزدی در کار نبوده، وکیلشون یه ماه پیش زنگ زد به سیبان، گفتم نمی، یه ماه پیش واسم خیلی هم تاسف می‌خوردیم که ای بابا همون وکیلی که شما میگفتی خیلی ناراحت ازشون، همون وکیلی که گفتین خیلی ناراحت ازشون، حساب کتابشو بهش ندادن، اون این کار رو کرده. فکر نمی کنید که شاید 1% مثلا همین جوری گفته باشه، جدیت نداشته باشه؟ حالا نداشته باشه اما گفتیم، حالا مهم نیست اینا. درسته. بالاخره این سواله که ذهن ما که شنونده این اجازه بده تو ذهنت مونده، اجازه بده جانم بگو. آخه خونه اونا جایی نیست که بیان کامیون وایس دم در. درسته. مثلا من تو کوچکمه زندگی نمی کنم. بعد من خونه رو بخواد، مثلا کسی یه 3 طبقه خونه است، یه طبقه مال منه، در وایسن هیچ که نمی فهمه کی به کیه، چون نگهبان نداریم. ولی خونه اون مدیر داخل، مدیر ساختمون داره، چیزه مدیر سکورتی داره، مدیر شبانه داره،
همه اینا رو داره. بله. مأمور شب داره، مأمور روز داره. اینا رو داره. خب اگه شک میکنید شما، خب از طرف خود اونا هستید، یعنی دوست اونا هستید؟ نه عزیز دلم، من واقعیت رو بهتون گفتم. من از بچه های گروه زیبا هستم. سوالی بود که برام پیش اومده بود، تو ذهنم اومده بود که به زیبا که گفتم، گفتن که از خودتون سوال کنم. ببین سهیلا، من باش کاری ندارم، اصلا هم هیچ مشکلی باش ندارم. این وکیله گفتم مگه میشه از اون خونه چیز کنن؟ گفت نه خانم، مگه اونجا میشه شما جایی به اون مثلا چیزی بخوایی یه سوزن رد کنی؟ درست. رفتم از نگهبانی پرسیدم، از سرایدار پرسیدم، از مدیر ساختمان پرسیدم، گفتم نه همچی چیزی نیست، خودشون برد اومدم بردم. درست. به هر حال ممنونم از این که وقت گذاشتین. نه عزیزم اصلا مشکلی نیست، ولی اصلا من چیز نیستم زیبا ناراحت. زیبا میدونی که ناراحته، از دست من ناراحت نیست، از دست چیزایی ناراحته که براش تاختن. درسته. چون پدر مادرش واقعا دارا هستن، میتونن اینو ببرن براش یه دون آپارتمان خصوصی بخرن، تو کانادا یه زندگی عالی براش درست کنن، بشینه کارشو بکنن. نکردم. حتی من زمانی که من 3-4 سال ازشون قطع رابطه کردم، قبل از قطع رابطه ازشون خواستم، گفتم حالا نبردی اونجا، لااقل اینجا یک لطفی بکن. گفت اون تو کشوری زندگی میکنه که یعنی برس بهش چه از داره پولی دلاری چیزی، گفت تو کشوری زندگی میکنه که همه چیزش عالیه. درسته. در صورتی که گفتم اون میتونن اونا میتونن اونجا خیلی کارا برای این بکنن، حتی تو خود آلمان هم میتونن خیلی کارا بکنن، ولی خب کلن چیز میکنن اینو، چی میگن، ریجکت میکنن، اینو نمیخوان داشته باشن. البته خانوادگی اینجوری هم، من با مادرشون مثلا قطع رابطه کردم. خب بله، با اینکه با دختراشون خیلی صمیمی بودم اونا هم با من قطع رابطه کردن. کلن اینجوری هم، یعنی قطع رابطه کردن یک کات شد دیگه، یعنی اصلا با هم ارتباطی نداری. بله. البته من خیلی شاکرم و خیلی خوشحالم که رابطه نداریم، چون من خواهرای دیگم دارم، خیلی خواهریم ما. سلامت باشین. خیلی متشکرم. ممنون از اینکه وقت گذاشتین. موفق باشی عزیزم. متشکرم. تو مهمونی ها شرکت میکردی؟ مهمونی های زیبا؟ من راستشو بخوای خودم دوره همی گذاشتم توی خونه خودم، ولی چون تازه وارد گروه شدم هنوز توی مهمونی ها شرکت نکردم راستشو بخوای. چون دوره مثلا قبل از کرونایی من یه خانومی بود، فکر کردم شما شبیه اون بودی. نه عزیز دلم، نه من اون نیستم، میگم تازه وارد گروه شدم تقریبا. موفق باشی. سلامت باشی. اصلا نمیخواستم، نمیخوامم زیبا ناراحت بشه، قصد ناراحت کردنه اونم نداشتم. حالا اگر دوست چون بارها بیمونه. بله جان، اگر دوست داشتی وارد مشاوره های کانال زیبا ناوک شو، فیلم وایس چتی که باشون داشتیم و بچه ها گذاشتن تصویری که وایس چت تو تلگرامه؟ بله توی تلگرامه. نه تلگرامو نمیتونم داشته باشم، ولی میتونم مثلا اینستاگراماشو معمولا نگاه میکنم. درسته. آره. ممنونم، خیلی لطف. سلامت باشی. سلامت باشی. و اینکه یه تیکه فیلمیه براتون میذارم، اگر دوست داشتین اونم نگاه کنید. باشه عزیزم، متشکرم.